درود و اوشتا یعنی شادی، خرسندی و تندرستی بر تمام هممیهنان گرامی و آریامهر ایران زمین بزرگ از تاجیکستان، افغانستان، گرجستان، ایران و کردستان. خوشحالم این هفته که با آقای شاهین نژاد و آروین آدریان، دوستان گرامی و آریامهر ایران دوست و زرتشت دوست، ما یه برنامه داریم که یکم از فعالیت‌های نوزایی ایران یا رنسانس ایران رو به آگاهی همه شما برسانیم. و اینجا درودی به شاهین جان میگم و آروین جان میگم و برنامه رو آغاز میکنیم و یه 3-4 تا نقطه رو امروز ما دربارش سخن میگیم که ببینید فعالیت‌های ما چی هست. یکی از فعالیت‌های جنبش نوزایی ایران یا به زبان انگلیسی میگیم رنسانس ایرانی، پروژه های کتاب نوشتن که آموزش، آگاهی و اینا رو ما بتونیم به آگاهی دیگران هم برسونیم. اینجا من از شاهین جان میخوام بپرسم که این پروژه های 2-3 تا کتابی که خود شاهین، جیسن جورجانی و کسای دیگه که دارن ما رو کمک میکنن، یه گزارش کوچیکی درباره این کتابا به ما بدن. بفرمایید. درود بر شما شهروز جان و درود بر همینان ارجمند. این واژه آریامهر که شما دوستان خیلی گرامی و مورد علاقت رو خطاب میکنید بسیار زیباست. مهر آریا، لقبی که پادشاه فقید هم از سوی فکر کنم شجاع‌الدین شفا برای ایشون برگزیده شد و بسیار عنوان زیبایی است. من از این سلیقه شما شهروز جان بسیار خوشم میاد و دوستانی که خیلی بهشون علاقه من باشم حتما با به اصطلاح پسوند آریامهر خطابش میکنم. از این بابت بسیار خوشحالم که اینقدر زیبا از این عبارت بهره میگیری. آره، خواهش میکنم. ایران سرزمین مهر و محبت و دوستی و آشناییه و اگر فرهنگ ما واقعا ایرانی هست، همه ما آریامهریم، ما دوست مهر و عشق هستیم و همچنین خرد و عشق و راستی. دقیقا، کاملا. برای پروژه ها که سخن ازش رفت شهروز جان، ما نیاز به کنار هم گذاشتن یه سری از جستارهایی که بسیار بنیادی است در زمینه فرهنگ و تاریخ و اجتماع و سیاست و فلسفه و یزدانشناسی و حتی جامعه شناسی ایرانی رو حس می کردیم. شوربختانه بیشتر کارهایی که درباره ایران، ایران شناسی و در حقیقت آنالیز و تحلیل دقیق و مستندی از آنچه که بر کشور ما گذشته در این هزاره ها، اگر کارهای انجام شده بود که جست و گریخته انجام شده، توسط غیر ایرانیان انجام شده بود که در این حال که برخی از اینها کار ارزنده‌ای بود، خیلی از اینها از این نقص بی بهره نبود که عدم دریافت درست خیلی از مطالبی که مربوط به فرهنگ و تاریخ ایران بود حتی در پهنه مثلا زبانشناسی باعث تحلیل های نه چندان نزدیک با حقیقت می شد. ما فکر کردیم که نیاز به این نیروهایی که توان کار تئوریک رو دارن بنشینن و روی برخی از طرح‌های بسیار مهم مرتبط با ایران کار بکنن و در حقیقت یک آنالیز درونی از جامعه دست به قلم و اهل اندیشه ایرانی در بیاد درباره آنچه که بر کشور ما رفته تا امروز، چالش‌هایی که امروز باش مواجهیم و اینکه چگونه میتوانیم بر این گرفتاری ها و با این بحرانی که درش داریم غرق میشیم چیره بشیم. خب از دوستانی بهره گرفتیم، شروع کردیم به یه سری
کارهای تئوریک از جمله کارگروه اندیشه و آموزگفتارها یا لکچرهایی که در اونجا داده میشد در این چند سال خیلی راهگشا بود. برخی از این آموزگفتارها به صورت برنامه فایل های آوایی در اومد، پخش شد. برنامه های تلویزیونی خیلی هاش کوشیده شد که روی یک جستارها یا مباحث خیلی روشنی انگوش بذاره که کمترش پرداخته شده، یا اگه پرداخته شده خیلی سطحی بوده. در حد توانمون تو این زمینه فکر کنم خوب کار کردیم. به طور مشخص شهروز جان، کاری که الان در دست جنبش رنسانس ایرانی است برای به کتاب در آوردن، این است که کار بزرگی به نام تمدن ایرانی در حال به پایان رسیدن، یک سال و سه ماه روش زحمت رفته. کتاب تا یکی دو سه ماه دیگه، حداکثر تا سه ماه دیگه بیرون میاد به زبان انگلیسی و به فاصله اندکی به زبان فارسی. این یک بررسی مستند و مستدل بر روی تاریخ ایران قرار باشه از آغاز تا کنون. فکر میکنم همچین کاری کمتر انجام شده، به ویژه اینکه بخواهد از دیدگاه های فلسفی و تاریخی هم یک روایت تازه یا داشته باشه از آنچه که بر ما گذشته. کار دیگری که در حال انجامه و امیدواریم تا پایان تابستون آماده باشه و بشود انتشارش داد و به بیرون فرستاد، یک کار بسیار جامعی بر روی زیست، زمان زیست زرتشته. زرتشت به چه دوره تعلق داره؟ میدونیم نظریه‌های متفاوت هست، از 6000 سال پیش از میلاد هست تا 3600 سال پیش، تا 2600 سال پیش و از این دست. استدلال هایی که هر کدوم از علاقه‌مندان به این سه نظریه دارند و در نهایت آنچه که به نظر میاد به حقیقت نزدیکتره، برای اینکه این زمان در درون خودش یک بهره هایی هم داره. بهره هایی که داره این است که ببینیم تأثیر جامعه ایرانی و فرزانگان ایران زمین بر روی آنچه در جهان رخ داده چه بوده، بر فرهنگ یونان چی بوده و بر جریانات مشابه. از سوی دیگر ما کار دیگری رو آغاز کردیم. من و دکتر شهرام آریان به طور مشخصش کار میکنم و دوستان دیگه هم همراه هستن و حتما حتما به موقع ازشون یاد میشه، چون کار بسیار بزرگی است. کار به این صورت است که آنچه که ما به نام شکست ایران از اسلام میخوانیم در 1400 سال پیش، دقیقا با توجه به تمام اسناد و مدارک و آنچه که بر جای مانده چگونه قابل تفسیر و قابل توضیحه، چه بر ما گذشت، و پس از اینکه نگاه تاریخیمون به اون انجام دادیم، وارد عصر پس از اومدن اسلام به ایران بشیم و اینکه این تغییر فرهنگ، جابجایی جهانبینی ایرانی با یک چیز آمیخته و مختلطی که در حقیقت پس از اسلام توی ذهنیت ایرانی جای گرفت، تغییر نگاه ایرانیان به زندگی، به هستی و در حقیقت سقوط یا زوالی که عنصر ایرانی در طول این 1400 سال دیده، ما رو به کجا رسونده و چگونه باید بر این وضعیت غلبه کرد که بخش اصلیش همینه. حالا امروز درد رو شناختیم، چگونه میشه درمانش کرد. این کار دیگری بود که انجام شده. کار دیگری که تا حداکثر یه ماه دیگه، یه ماه و نیم دیگه نسخه فارسیش بیرون میاد و بعد به فاصله شاید دو سه ماه بعد از اون توی اواخر پاییز نسخه انگلیسیش بیرون میاد، کاریست به نام دولت ایرانی از نگاه اردشیر بابکان. ما پیوسته سخن میگیم که دولت دموکراتیک چیست. خب دولت دموکراتیک دولتی است که امروز شما نمونه هاشو در جهان زیاد میبینی، چه لیبرال دموکرات باشه چه سوسیال دموکرات باشه، به هر حال نمونه دارید و از نظر تئوریک هم میتونید شناساییش کنید. خب آبشخورش هم از آتن اومده، البته خیلی تغییر پیدا کرده به قول امریکایی‌ها، خیلی مودیفای شده، ولی وقتی ما داریم صحبت از یک آتن میکنیم که یک سیتی استیت در یونان قدیم، در ایرانی که اون موقع تبدیل بزرگترین شاهنشاهی در حقیقت دنیای مدرن، دنیای متمدن زمان خودش شده،
اصول کشورداری چی بوده، یک دولت ایرانی چگونه تعریف می شده، نگاهش به مسئله عدالت چی بوده، نگاهش به مسئله آزادی انسان ها چی بوده، نگاهش به مسئله حقوق مردم چی بوده، آیا با دین چگونه روبرو می شده، و این گونه مسائل رو ما باید تو دولت های ایرانی شناسایی کنیم تا بدونیم که چگونه ما تونستیم اون فرازهای بزرگ رو، اون کلایمکس و اون ستیق رو، اون اوج رو در تاریخ خودمون رقم زدیم. چون ما امروز هم هرچه میگوییم و بهش میبالیم، واقعیتش اینه که برمیگرده به ایران پیش از اسلام. اگر ما شناسایی کنیم اون دوره رو و ببینیم این نرم افزارا چی بوده، چگونه کار میکرده، نظام ارزشی چی بوده، جهانبینی چی بوده، کدای اخلاقی چی بوده، و اینها رو کنار هم بگذاریم، من اسم اینو میذارم شناسایی دولت ایرانی. و چون از اردشیر بابکان بنیانگذار ایران ساسانی، بنیانگذار ایران شهر، بیش از هر کدوم دیگه از رهبران ایران ما مطلب داریم، چه در قالب عمل چه در قالب اندرزنامه، کوشیدیم که اینها رو بیاریم نشون بدیم به هممیهنانمون که یک دولت ایرانی این ویژگی‌ها رو باید داشته باشه. برخیشو میتوانید ببینید مثلا در مسئله قانونگذاری، اینا رو میتونید ببینید در مسئله سیاست‌های آموزشی، اینها رو میتونید ببینید در قبال سیاست خارجی. و هموطن ما وقتی میشنوه مثلا ما به دنبال دولت ایرانی، دولت ملی، یک حکومت ایران شهری هستیم، خب باید بهش آمد و گفت که این چگونه تصویر میشه، همینجوری باز واژگان زیبا نمیشود مردم رو علاقمند کرد. در حال این کتاب تا یه ماه نیم دو ماه دیگه قطعا بیرون میاد و نسخه انگلیسیش هم همینطور. دو تا کار دیگه هم که جنبش در دست کار داره، برگردانی از دو کاریست که قبلا انجام دادم من. یکیش اندیشه سیاسی ایران شهری بود که این پولیتیکال تات یا دبیرستان یا دبستان ایران شهری تو سیاست چگونه هست، این چه داکترینی داره. فارسیش رو من منتشر کرده بودم، انگلیسیش با کمک یک دو تا از دوستان داره ترجمه و ویراستاری میشه که بیرون میاد. خودم هم به هر حال مجبور شدم بازخوانیش بکنم که امیدوارم اونم تا یه ماه یه ماه دیگه تموم بشه. و همچنین کتابی که در ارتباط با چند و چون حمله سپاه اسلام به ایران بود، نشیبی دراز از پیش فراز، نسخه انگلیسی اون هم ترجمه انجام شده، باید ویراستاری بشه. من فکر میکنم ما 4-5 تا کار خوب تا پیش از پایان سال، تا پیش از پایان سال میلادی بیرون میدیم و فکر میکنم یکی دو تا کارم بین کریسمس و نوروز خودمون بیرون میاد. و به هر حال خیلی خیلی هم سر دوستان شلوغ در این زمینه که من فرصت نشد نام همشون رو بیارم، و همین که امیدوارم که واقعا به دست ایرانی آنچه که بر ایرانی گذشته تحلیل بشه، آنالیز بشه، تا بشود یه مقدار برداشت واقع گرایانه و نزدیک و حسی از شرایط گذشته ایران و اکنون ایران به دست آورد. بله، آفرین و درود بر شما. بسیار قبل از اینکه آروین جان بیارم اینجا و یه توضیحاتی درباره این کمپین قادسیه، فعالیت‌های قادسیه، اینا همه مهمه، چون اگر شما تاریختون رو ندونین، اگر گذشت رو ندونین، نمیدونین در آینده کجا برین. مثل اینکه یکی بخوابه امشب، یا آدم 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، و وقتی که صبح بیدار بشه تمام حافظش رفته باشه، اصلا نمیدونه کجاست، خونه چیه، چرا تو اون تخت، بیرون چیه، کدوم شهره. اگر حافظت رو پاک بکنی، حافظه تاریخی تو، اگر یه شخصم باشه، دوباره دارم تکرار میکنم، خود من اگر فردا پاشم تمام زندگیمو فراموش کنم، اصلا نمیدونم امروز بعد کجا برم و چیکار بکنم. این خیلی خیلی اساسی و مهمه. و درود بر شما شاهین جان، من میدونم این فعالیت ها رو دربارش فکر کردیم، شروع کردیم، ولی بیشتر کارهای اجرایی یا اپلیکیشن رو شما و دوستان جزو رنسانس داره انجام میده. آروین جان شما اگر میتونین، ما این کمپین قادسیه رو شروع کردیم چون دوباره بسیار مهمه
که درباره تاریخمون یا قبلمون یا دیروزمون بدونیم، که بدونیم فردا یا امروز ما کجا باید بریم، چیکار کنیم که موفق‌تر بشیم. خواهش میکنم آروین جان بفرمایید. سپاسگزارم. درود میفرستم به پیشگاه استاد شاهین نژاد و همچنین شما سرور گرامی شهروز عرش، برادر بزرگم، و خیلی خوشحالم که امشب در کنار هم هستیم. درود گرمی هم میفرستم به همه دوستداران ایران و دوستداران فرهنگ اصیل ایرانی. در مورد کمپین قادسیه که کاریست از سوی جنبش نوزایی داره انجام میشه، من توضیحات رو در 4 بخش تقسیم کردم. یکی اینکه چگونه شکل گرفت، چه کارهایی کردیم، چه کارهایی هممیهنان بایست است که انجام بدن، و در نهایت چه کارهایی خواهیم کرد، پروژه های آینده چیست. کوشش میکنم الان به کوتاهی به 2 مورد نخست بپرزم. چگونه این کمپین شکل گرفت؟ تابستون گذشته بود که با جمعی از هممیهنان ایران دوست و یکی از همکاران سیاسی میهن پرست و ملیگرای فنلاندیمون جمع شده بودیم و در مورد تازش ضد فرهنگی اسلام به اروپا گفتگو میکردیم. ما جمعی ایرانی بودیم که هممون ملتمون جز نخستین ملتهایی بود که آسیب رو از سوی سپاه اسلام دید. اونجا من پیشنهاد دادم به این همکار فنلاندیمون که چگونه است، آیا همسو هستید که ما ایران رو به عنوان نخستین سرزمینی که یکی از نخستین ملت‌های کهنی که اسلام بهش حمله برد و فرهنگ اون رو به نابودی کشید معرفی بکنیم به و این داغ ملی رو برای نخستین بار زنده کنیم. خیلی جالب بود که بسیار این همکار فنلاندی بود خوشش اومد از این ایده و بنا شد همکاری‌های رو انجام بدیم. خیلی گرم پشتش رو گرفتن، پشتیبانی‌های خیلی خوبی کردن. همونجا پس از نشست من پیوند گرفتم با دکتر شهرام آریان که از رایزنان جنبش نوزایی هستن، ایده رو باشون در میون گذاشتم، خیلی خوشحال شدن، گفتن خوبه. سپستر با استاد نژاد، دکتر جرجانی و دیگر دوستان در کارگروه اندیشه که هر آدینه ما از سوی جنبش نوزایی برگزار میکنیم ایده رو در میون گذاشتم، اونها هم پسندیدن و مشغول به کار شد. این بود که چگونه شکل گرفت ایده. اما چیکار کردیم؟ برای نخستین بار در کل تاریخ ایران پس از اسلام، خب ایرانی ها یک سال گذشته 2 مراسم رو به یاد این نسل کشی ایرانی ها و فرهنگ کشی اسلام در ایران برگزار کردن. یکیش در فنلاند بود که به یاری من و جمعی از ایرانیان میهندوست ساکن فنلاند و همچنین به یاری جناب امیر بیگلر که زحمت کشیدن از آلمان اومدن، از همبندان جنبش نوزایی، مراسم رو برگزار کردیم. و سپس روز پس از اون در ونکوور آرش کمانچه گرامی به همراه همسر نازنینش ایشون در ونکوور همین مراسم رو برگزار کرد و فیلم هایی هم که ازش تهیه شده آماده داریم که من خواهش میکنم پس از پایان برنامه برای بیننده ها بخش هایی شد چند دقیقه رو بگذارید. اگر که پروانه داشته باشم من لوگوی قادسیه رو بهتون نشون بدم اینجا که هممیهنان بدونن، چون بسیاری از هممیهنان خب به خاطر اون عشقی که به ایران دارن دست به کار ممکنه بشن و مجموعه هایی رو برای آگاه سازی مردم به راه بندازن که خیلی هم خوبه. حالا برای که بدونیم به هر روی کاری که جنبش رنسانس در مورد قادسیه انجام میده با چه لوگویی هست، من اینجا براتون لوگو رو به نمایش میذارم که این لوگوی به زبان پارسیش هست. همچنان که میبینید ایران شهر بزرگ با فروهر و شاخاب پارس، خلیج فارس در اونجا به اون زبان اصلی خودش در دوران کهن نوشته شده و از این سو اسلامی که داره هجوم میاره به سوی ایران شهر. این لوگویی بود که طراحی شده توی کارهایی که ساخته میشه. کوشش میکنیم حتما این لوگو رو هم بگنجونیم. تا اینجای کار من دیگه سخنی ندارم تا دوباره به بخش‌های دیگه پروژه بپردازم. سپاسگزارم.
باشه، سپاس فراوان. آروین جان، ما ایرانی ها یادمون باشه که آموزشی که از زرتشت میگیریم و دانشوی او کوروش بزرگ اینه که ما به تمام فرهنگ ها، تمدن ها و باورها احترام میذاریم و آنها اجازه دارن که با آزادی زیر پرچم فرهنگشون و تمدنشون و باورشون زندگی کنن و کوروش بزرگ از اینها مواظبت کرد که کسی تجاوز به فرهنگ سرزمین کسی نکنه، به باور کسی نکنه. ولی متاسفانه از زمان کوروش در تاریخ بعضی از نژادها، کشورها، آیین‌ها این اندیشه کوروش رو نداشتن و یکی از کسانی که این آزادی رو به جهان داد، ما ایرانی‌ها، ما رو زیر فشار گذاشتن و احترام به فرهنگ و باور بومی من ایرانی نذاشتن. من حق ندارم برم عربستان سعودی و اون کشور رو زرتشتی بکنم. باید دفاع بکنم از عربستان. این حق رو ندارم برم واتیکان و واتیکان یک کشور زرتشتی بکنم چون یک کشور مسیحیه، و حق ندارم برم اسرائیل بخوام اسرائیل رو زرتشتی بکنم، یا برم هندوستان هندوها رو زرتشتی بکنم با زور. و حق پرستش خدای و فرهنگ بومیشون رو بگیرم. درخواست من اینه از تمام جهان و آدمای روشنفکر که همین اجازه، همین حقوق رو به من ایرانی بدن که من بتونم ایران فرهنگ زرتشتی مو نگهدارم، فرهنگ ایرانی مو نگهدارم که فرهنگ مهر پرستیه و فرهنگ خرد پرستیه که تمام دنیا رو به پیشرفت و به جلو میبره. درخواست من اینه و ما باید دوباره بیدار بشیم و این پیامو به خود ما ایرانی ها برسونیم و به تمام جهان که تجاوزی دیگر به فرهنگ و کشور ملی کس دیگر نشه. شاهین جان، این زمان خوبیه که ما میدونیم در ایران محیط زیست برای ما ایرانی ها که ایرانی فرهنگش، ادبیاتش، آموزشش از زرتشت میاد. ایرانی یعنی یه زرتشتی وقتی میگه من ایرانیم، که ما درختکاری رو خیلی مقدم و گرامی میدانیم. آب رو آلوده نکردن، هوا رو آلوده نکردن و اشو زرتشت اولین کسی بود که بر ضد قربانی جانوران مهربان عزیز و دوست ما که حق زیست دارن توی این کره زمین زیبا، یه کار بسیار زشتیه که خون یه حیوان ما برسونیم که برکاتای بهتری برای ما بیاد. این اصلا منطقی نیست. اگر برکت بهتر بخوای یه درخت میوه بکار که بهت سیب بده و فضا و هوای آلوده جهان رو یکم تصفیه و تمیزتر بکنه. این کمپینی که شما راه انداختین توی جنبش رنسانس، به ما بگو امسال کی شروع میشه و هر چیز دیگه ای میخوای دربارش بگو شاهین جان. سپاسگزارم از یادآوری این کمپین شهروز جان. ما در اسفند ما معمولا در نیمه اسفند، یعنی از حدود مثلا 15 تا 22 اسفند، یه هفته اعلام میکنیم. الان 3 این کار کردیم، از همیهنان میخواهیم که اگر میخواهن حیوان قربانی کنن. بعضی ها اهل این کارها هستن دیگه، نظری دارن یا زایمانی کردن یا نمیدونم قبولی کنکور داشتن یا شغلی گرفتن یا مسافری از خارج اومده یا بیماری حالش بهتر شده، نظر میکنن یا حتی عروس داماد دارن میان پای مثلا
ورود عروس و داماد به مجلس عروسی گوسفند بکشن، نمیدونم مرغی بکشن، حیوانی رو بالاخره خونش رو بریزن. این رسم نه ایرانی است نه انسانی است، یه حرکت زشتی است که نهایت خودخواهی انسان نادان و انسان به نظر من پس رفته و عقب مانده چند هزار سال پیشه. منتها این رسم باقی مونده، امروز هم شوربختانه دست کم میان 1 میلیارد خورده مسلمان انجام میشه و از بعد حادثه در میهن من و شما هم این کار هنوز رواج داره. از اونجایی که در آغاز کار نمیتونستیم به همیهنمون بگیم که این کار زشت رو قطع کن نکن و ترک کن این کار رو، اومدیم گفتیم به طور نمادین در یه هفته در سال شما این کار رو بکنید که بشود فعالیت ها منسجم و همراستا باشه و اگر نظری داری به جای اینکه گوسفندی رو بکشی بیا یه درختی بکار، بیا یه گیاهی رو بکار. در حقیقت به جای رسم و سنت زشت اسلامی که گرفتن جان از یه جاندار بیگناهه، رسم ایرانی و انسانی رو جایگزین کن و به یک جاندار جانی بده، یعنی ایجاد جان کن، ایجاد زندگی کن، زندگی بخش باش نه زندگی ستان. و چند فایده داره، چند سود داره. یکی اینکه کشتن حیوان، مخصوصا بچه ها جمع میشن تو کوچه و تو خیابون، آدم ها میبینن، اصلا ترویج خشونته به طور مشخص، کار زشتیست، منظره بدیست، خون میرزه، یک حیوان دست و پا میزنه، نهایت بیرحمیست و اصلا به بچه ها داره نشون میده که شما میتوانید به موجوداتی که از خودتون ضعیفترن بد کنید، میتونید بگیرید اونا رو زمین بخوابونید و با کارد به گلوشون بکشید. طبیعیست بچه که اینو میبینه بعدن به خودش اجازه میده سنگ برداره و به سگ و گربه تو کوچه بزنه، یا اگر جای اسبی، آهوی، قاتل چیزی دید یک سنگی، چوبی مثلا به سر و چشمش بزنه. این رفتاری که شما دارید میبینی اینها از کودکی تو ذهن بچه جا میفته و باعث واقعا شرم و سرفکندگی ما ایرانیان که برخی از هموطنان ما شوربختانه در آزار دادن چارپایان و جانوران کوتاهی نمی کنن، شاید هم عقده های روزانه شون رو خودن خالی میکنن، تو سری میخورن، تحقیر میشن، میرن سر یه موجود ضعیفتر این کار رو بلا رو میارن. از سوی دیگه سود دیگری که داره به محیط زیست کمک میکنه. شما به هر حال گیاهی که میکارید، درختی که میکارید، فضای سبزی که ایجاد میکنید، سایه‌ای که ایجاد میکنید، هم به خنک شدن هوا میانجام و اکسیژن بیشتر ایجاد میکنه، محیط رو زیبا میکنه، شما یک زیست بوم قشنگتر و بهتر خواهید داشت. هر جوری نگاه میکنید ذهنیت ایرانی با این سازگارتره تا با اون اعمال خشونت. من یک نمونه تاریخی به شما بگم، فقط ببینید ما ایرانی‌ها چگونه بودیم و به چه واقعا خاری و ذلتی افتادیم تو این زمینه که واقعا شرم‌آوره. اینو ما نمیگیم، یونانی‌ها درباره ما نوشتن. اردشیر دوم هخامنشی با لشکری از ایرانیان در جنگل‌های شمال حرکت میکرد، یک ماموریت نظامی داشتن، به سرما میخورن و به شب اردو میزنن و در کوهستان که جنگلی بوده میمونن. شدت سرما اونقدر بالا بوده که اردشیر حس میکنه ممکنه تا بامداد نیمی از این لشکر از میان بره از سرما، احتمالا شاید کوه البرز یا شاید مناطقی مثل منجیل یا اردبیل اونجا بودش، در شمال غربی ایران بوده. اردشیر میگه که تنهای یه سری درختان رو بیاندازید، درخت ها این تنها این چوبا رو آتش بزنید که بتوانید دور آتش گرم شید و تا صبح به اصطلاح دووم بیارید. و سربازا و افسرای ایرانی این کارو نمیکنن. هرچند از فرمانده ها دستور میدن میگن ما نمیتونیم کارو بکنیم. این نهایت خودخواهی است که ما بزنیم، خب بالاخره یک لشکر 4-5000 نفره بودن، باید 200-300 تا درختو مینداختن دست کم. میگه ما نمیتونیم این کارو بکنیم، این رسم اصلا رسم ما نیست و ما علاقه نداریم و نمیکنیم. و وقتی اردشیر میبینه واقعا یه عده ممکنه تلف بشن از سرما ببینن، فرمان میده، یعنی به صورت دستور نظامی دیگه چاره نشه، یه تعداد درخت‌ها رو میندازن. شما تصور کنید ذهنیت یک ایرانی که داره مثل بید میلرزه ولی نمیخواد به زیست بومش آسیب بزنه و فقط برای حفظ جانش دیگه راضی میشه که درختان رو بیاندازه، یه تعداد درخت رو، با وضعیت که امروز سودجویی، خودخواهی، منفعت طلبی باعث میشه یه عده به جون هرچی پوشش گیاهی در ایران بیفتن
احتمالاً یه زد و بند و یک وصلتی هم با حکومت یا آقایون دارن، سهم اونا رو میدن و از این بر کشور رو واقعا فلج میکنن و پوشش گیاهی از میان میبرن و ایران رو از این بیابونی که از بیابانی تر میکنن. خب اینها باید در قالب آموزش بره تو ذهن مردم. چگونه میشه آموزش رو داد؟ به این روش. الان مثلا من دم دست فکر کنم یکی دو تا عکس باشه، شاید بتونم به شما و همیهنان نشون بدم. شهروز جان، از عکسایی که ما به صورت نمونه منتشر کردیم تصویر دیده میشه؟ آره. بله. آره. اینجا نگاه کنید. اینجا ما این دوتا رو با هم کنار هم گذاشتیم. یک کار زشت غیر انسانی و غیر ایرانی، یه سنت خشن اسلامی. میبینید یه نفر گوسفند گرفته، یکی دیگه داره سرشو میبره. مطمئنا این سری بچه‌ها تو شهر یا روستا با میسن این منظره رو میبینن و یاد میگیرن فردا چوب به چشم چال هم دیگه فرو کنن یا بزنن سگ ده رو فلج کنن یا گربه بدبخ یا بچه‌هاشو بکشن. و اینور روش ایرانی و انسانی و ملایم و زیبایی است که بچه یاد گرفته نهالی بنشانه. هدف ما آبادسازی گیتیه، هدف ما بهتر ساختن جهان، هدف ما ساختن ایرانه. این گونه شما میتونی کشور رو بسازی، نه با اون روش خشن و بربری. و شعارمون این بوده که خون جانداری را نریز، به جای آن گیاهی بنشان. همچنان که میبینید هفته تقریبا میانی اسفند ماه بوده، فرهنگ ایران شهری به جای سنت خشن بیگانه. یا فکر میکنم باز نمونه دیگر هم شاید داشته باشیم. بله، اینجا ببینید کف خیابون یه سری بچه و نوجوان هم اینجا هستن، گوسفند رو به این وضعیت فجیر رو زمین کشیدن، خونش رو ریختن و این رسم زشت رو مقایسه دادیم با این رسم قشنگ. یا آموزگار یا یه پدر مهربان بچه ها یا دانش آموزا یا خواهرزاده برادرزاده‌هاش رو جمع کرده، داره یاد میده بهشون چگونه نهال رو بکارن، پاش خاک بریزن، ازش مراقبت کنن تا بزرگ بشه، بالنده بشه، سبزی بده، سایه بده، میهنشون آباد بشه، جهان جهان زیباتری بشه. و شعارمون این بوده که آفریننده ی زشتی نباش، آموزگار آبادانی باش. بازم برای همون هفته اینا هم که میبینید اینجا این لوگوهای جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی است. مقصودم از این سخن این است که ما یک رستاخیز فرهنگی، یک انقلاب فرهنگی و ذهنی درون ملت ایران رو باید با نمونه‌های عملی ببریم جلو. مسئله‌ای که آروین مطرح کرد، کمپین قادسیه، بسیار مهمه، برای اینکه باید مرتبمون یادآوری بشه چه بلای سرمون اومده، کی آورده، اکنون باید چه کار کنیم که از اون گذشته تلخ دچار گسست بشیم و دوباره خودمون رو زنده کنیم، دوباره نوزایش کنیم. برای همین میگیم رنسانس ایرانی. از سوی دیگر بیایم کار پرورشی رو از اکنون انجام بدیم، کار آموزشی رو با کار روی بچه ها. و تو این زمینه امیدوارم همیهنانی که بیننده برنامه هستن، چه از طریق شبکه‌های اجتماعی، چه از طریق تلویزیون پارس که برنامه داره پخش میشه، خونسا نباشن، بیننده نباشن، بکوشن اینا رو پخش کنن، بکوشن این گوشه از کار رو بگیرن. با منفعل بودن و نشستن و سری تکان دادن و تایید کردن هیچ اتفاقی نمیفته، همچنان که تاکنون هیچ رویدادی رخ نداده. شروع وقتنه یکم حس مسئولیت کنیم. اگر خودمون رو ایرانی میدونیم، علاقه‌مند میدونیم، اگر خودمون رو عضوی از این جامعه انسانی میدونیم که خیلی دچار گرفتاریه و اگر خودمون علاقمند به آموزهای زرتشت میدونیم، تو همه این زمینه‌ها بالاخره باید یه حس مسئولیت هم داشته باشیم. در غیر این صورت واقعا سخته که شما کار رو به چند صد نفر یا حتی چند هزار نفر محول کنی. این کار کاری است که باید صدها هزار نفر درش حضور داشته باشه تا به کامیابی برسه. آفرین، این نمونه و نماد خوبیه برای ما که واقعا انگشتشو میذاره رو که چرا اکثریت ایرانی ها امروز در موقعیت بدی زندگی میکنن، به خصوص اقتصادی. دارن اینا به زور نون و پنیر میخورن و این نمونه خوبیه که این بدبختی که سر ما ایرانی اومده، که خودمون بر سر خودمون آوردیم از خیلی جنبه ها، چون امروز آزادیم برگردیم به اون فرمول
یا به اون فرمول خوراک درست کردن خودمون که واسه ما خوشبختی آورده در تاریخمون. روزی که ایرانیا خداشون رو ول کردن، اهورامزدا، بدبختی به سرزمین ما اومده. و اینو من به همه تون میگم، و تا روزی که ایرانیا بر نگردن به خداشون اهورامزدا، خداوند جان و خرد، و خرد رو نپرستن، شما در بدبختی خواهین موند. برای همین خرد به ما یاد میده که برو درخت بکار و یه حیوان مقدس رو به زیان نرسون و این کار ننگو شما اجرا نکن و این کارهای ننگو در زاویه‌های دیگه زندگی خودتون ایرانی ها میبینید. اگر شما رفتار و کردارتون رو عوض بکنین، پندار و سخنتون رو عوض کنین، باورتون رو عوض کنیم و برگردیم به بهترین خدای جهان، خدای بومی خودتون، من قول میدم همه بدبختی شما از بین خواهد رفت. این حرکت کوچیک میتونه تمام زندگیتون رو بهتر بکنه. حالا یه نقطه دیگه اینه که شاهین جان و آروین جان میتونن یکی دو دقیقه، حدود 6 دقیقه زمان داریم. ما نیاز به کمک و یاری چه مالی شما داریم که بتونیم این پیام و این حرکت رو ببریم و به نقطه‌ای برسونیم که همه هم موفق بشیم. و اگر دارایی پول نیستین و نمیتونین از لحاظ پولی کمک کنین، میتونین پیام ما رو پخش کنین، کلیپ های ما رو به دوستتون بدین، آگاهی برسونین که یه همچین بنیادی یا ارگانی یا حرکتی وجود داره. شاهین جان و آروین جان اگر میخواین هر کدوم میتونین یه دقیقه دو دقیقه شریختی مردم میتونن به ما کمک کنن. آروین جان شما بفرمایید، بعد در پایان شاید یه دقیقه من هم مطلبی داشته باشه. بفرمایید. سپاسگزارم. سپاس از این نکته خیلی مهمی که گفتین، چه کار هممیهنا میتونن بکنن. شوربختانه بسیاری از هممیهنان خوشباور ما نشستند و میگن بله، به خاطر این 40 سال حکومت ناشایست سالار جمهوری اسلامی، ایرانی ها از این مکتب ویرانگر اسلام برگشتند و دیگه مسلمان نیستند. خیر، خیر هممیهنان گرامی، بخش زیادی از جامعه ایران همچنان در خوابه. بدتر از اون، بخش زیادیش درگیر همون خرافات اسلامی است. تا خرخره جامعه در این خرافات و بیچارگی فرو رفته از نظر اندیشه. نیازه که آگاه بشه. حالا یک جمعی دارن کوشش میکنن مطالبی که مورد نیاز هست برای آگاهی فراهم کنن، توی حالا جنبش رنسانس و باقی سازمان‌های ایران دوستی که دارن کارهای سازمانی رو به این شکل انجام میدن برای بیدار شدن ایرانی‌ها. یه بخشی از همین جامعه باز داره کوشش میکنه این پروژه‌های فرهنگی رو به صورت اجرایی هم در بیاره. یکی از همیهنا پوستر تولید میکنه توی جنبش نوزایی برای این نسل کشی ایرانی ها، برای این آسیب فرهنگی که به ایرانی ها رسیده. یکی کلیپ میسازه، یکی سخنرانی ترتیب میده. هر کسی یه زحمتی میکشه، اما شوربختانه بخش بسیاری از همون همیهنانی که ناراضی اند از این آسیب ضد فرهنگی که اسلام به ایران زده، فقط تنها کاری که بلدن بکنن اینه که حالا یا به به چه چه بکنن، یا یک اگه توی فضای مجازی است یک لایکی بزنن، یک لایک بفرستن. دوستان، اینگونه ما محال بتونیم ایران رو و ایرانی رو رهایی ببخشیم. باید اگه روزی 24 ساعت هفتهی چند ساعتش رو از این روزهای خودمون اختصاص بدیم برای پخش کردن این کالاهای فرهنگی که تولید میشه. من بسیار خودم از این جامعه خوابالودی که ما هستیم و تنبلی که هستیم احساس شرمندگی میکنم. چون من فقط یه مقایسه انجام بدم، زمانی که این ایده پروژه قادسیه رو پیش کشیدیم، همکاران دوستان سیاسی فنلاندی ما هیچ ربطی به ایران ندارن. این تفلی ها حتی تا پیش از اینکه با این جامعه ایران دوست فنلاند آشنا بشن،
به قول خودشون میگفتن ما فهم کردیم ایران هم مثل عراق و پاکستان و کشورهای دیگه یه جایی توی میدل ایست تو خاورمیانه. ولی زمانی که بحث این مقوله قادسیه و هجوم اسلام به ایران فرا رسید، یکیشون ترتیب کارهای امنیتی رو برامون داد که روزی که این مراسم برگزار میشه خدای نکرده یک نمیدونم الله پرستی حمله نکنه و بخواد مراسم رو خدشه دار بکنه، یه تیم امنیتی برامون ترتیب دادن. یک کس دیگه از اون طرف ساپورت هایی رو که حالا مورد نیاز هست برای شکل دادن همایش زحمتش رو کشید. یعنی کار به اونجایی رسیده بود که حتی این دوستان فنلاندی برای من از پشت صحنه پیام فرستادن که ما برای امنیت تو هم به فکر هستیم، چون این کاری که داری میکنی داری به هر روی یک با یک چیزی داری حالا روش کار میکنی که خیلی ها مخالفشم. من اینجا بود که یهو واقعا شرمنده شدم از اینکه من ایرانی اینقدر تنبل و اینقدر بیتفاوت هستم. از زمانی که این مراسم قادسیه برگزار شده تا همین الان شاید بیش از 50 تا کار فرهنگی تولید شده، چه تو زمینه آموزگفتار، چه تو زمینه پوستر و نوشتارها. اما کسانی که اینها رو پخش میکنن بسیار اندکن. خیلی رک و راست خدمت دوستان بگم، جنبش حالا رنسانس که زحمت کشید و این پروژه قادسیه رو پیش کشید، برگه فیسبوک و اینستاگرام قادسیه حتی با پول نمیشه براش تبلیغ کرد. یعنی فیسبوک دیگه الان به من اجازه نمیده که با پول برای این برگه تبلیغ کنم، چون مطالبی که میفرسته داره گرفتاری های اسلام رو میکنه. حالا هم میهن گرامی که هر زمان صحبت از بدبختی 40 ساله ما میشه فوری میگید کار انگلیس بود، کار آمریکا بود، کار فلان کشور و این کشور بود. خیر، کار خود من و شما بود، تنبلیمون، بی‌ارزگیمون و بی‌تفاوتیمون. الان هیچ کشوری لازم نیست که بیاد برای ایرانی ها این نسل‌کشی فرهنگی رو زنده کنه، ایرانی رو بیدار کنه. وظیفه من و تو هم میهن گرامی، آیا اینقدر در وجود خودت احساس مسئولیت میکنی که لااقل این تولیدات فرهنگی مرتبط با نسل‌کشی ایرانی ها و قادسیه رو پخش کنی یا خیر؟ اگه میکنی درود به شرفت، اگه نمیکنی خب باید بدونیم که به راحتی به این راحتی ها از این منجلاب بیرون نخواهیم اومد. من دیگه سخن بیشتری ندارم، سپاسگزارم. شاهین جان، پیش از اینکه سخنم رو بگم میخواستم از آبی جان خواهش کنم که برای همیهنانی که میخوام بیان روی این برگه و بپیوندم و پخش کنم و اگر میتوانم تو کارهای گرافیکی، کار انیمیشن، درست کردن کلیپ کمک بکنم، لطفا آدرس شو بده مثلا در فیسبوک یا حالا تلگرام یا هر جای کجا میتونن شما رو پیدا کنن. بروی دیده نام برگه های قادسیه رو که توی فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام هست، من جا میگم یادبود قادسیه هست. فقط این لوگویی که بهتون نشون میدم، چون برگه های مختلفی هست در فیسبوک، این لوگومونه. من خواهش میکنم از کسی که زحمت ویراستاری این برنامه رو انجام میده این نشانی های مختلف قادسیه رو هم در شبکه های اجتماعی بگذاره. پس اگه افراد بزنن یادبود قادسیه به فارسی بنویسن، این لوگو هم که بیاد ایران شهر و اون تصویر فروهر و اینا، مشخصه که به جای درست رفتن. بله، با لوگو مشخصه. میتونم بنویسن توی گوگل مثلا قادسیه یادبود بر نسل‌کشی فرهنگی اسلام در ایران، این کل کمپین نام کاملش هست. دقیقا. در پایین صفحه برنامه الان نشانی تارنمای جنبش رنسانس ایرانی هم نوشته شده، iranianrenaissance.com. به اونجا هم میهنان اگر که ایمیل بزنن تمام مشخصات و اطلاعات لازم میتونن دریافت کنن. شهر جان میتونم یک جنبندی کوتاهی بکنم فرصت هست بکنم؟ نه یک آره شاهین جان بفرمایید. ببین هم میهنان کار بزرگیه این پروژه ها، و این پروژه ها نیاز به یک همت جمعی و همگانی داره. از سه راه میشود یاری کرد. یه راهش این است که اگر شما در زمینه توانی دارید، من میدونم دوستانی هستن گرافیستن، دوستانی هستن میتونن کلیپ ویدیو درست کنن، ویدیو کلیپ،
انیمیشن درست کنن، موزیک درست کنن، به هر حال در ارتباط با کارهای هنری یا تولید کالاهای فرهنگی میتونن کمک کنن. لطفاً به ما ایمیل بزنن، ایمیل میره به دبیرخونه جنبش رنسانس ایرانی. اگه بر همین سایت برن iranianrenaissance.com در بخش تماس با ما میتونن ایمیل بزنن و بگن که تو چه زمینه میتونن همکاری کنن، حتما باشون تماس گرفته میشه که از حضورشون بهره بگیریم. اگر که از نظر مالی میتونن کمک کنن، ما که تو جنبش کسی درآمدی که نداره، ما از جیب خودمونم هزینه میکنیم. وقتی میگیم کمک مالی، برای این است که باید ایرتایم برنامه تلویزیونی داده بشه، تبلیغات باید انجام بشه، تولیداتی که به صورت نوشتاری بیرون میاد، پخش و توزیع و تولید و ایناش بسیار هزینه بره و هر چقدر براشون مقدور باشه میتوانند برون باز با همون سایت تماس بگیرن، با کانتکت آس که بزنن بهشون میگیم که لینک رو میدیم که با کردیت کارت یا پیپل میتونن پرداخت کنن و جنبش پشتیبانی کنن. کار خیلی بزرگتر از اونه که کار 50 نفر و 100 نفر باشه، باید خیلی بیشتر از این افراد حضور پیدا کنن و کمک کنن. بخش سوم، کسانی که نه کار فنی میتونن بکنن، توان کارهای هنری دارن و نه امکان مالی دارن که $100، $500، $5000 کمک کنن، حتما این کار دیگه ازشون برمیاد که بیاین روی برگه جنبش، روی تلگرامش، روی فیسبوکش، روی اینستاگرامش و پیامهای جنبش رو پخش کنن و دیگران رو دعوت کنن بیارن اونجا. تولید از ما، پخش از شما هم‌میهنی که بی‌تفاوت نیستی و واقعا می‌خوای که در میهن تغییرات اساسی انجام بشه. اگر امروز تو این شرایط پس از 1400 سال ناکامی و 40 سال کارنامه بسیار سیاهی که دیگه همه میتونیم ببینیم، دیگه فکر کنم خیلی آشکارتر از اینه که کسی بخواد در موردش اگه و اما داشته باشه، اگه امروز تکلیفمونو برای همیشه با خودمون روشن نکنیم و تصمیم جدی نگیریم با یه عزم ملی که طرح نو در اندازیم، فکر نمی کنم زمان دیگری بتونیم. برای اینکه بهترین هنگام، بهترین فرصت برای انجام تغییرات بنیادی در میهن. سپاس فراوان شاهین جان. و یه یادآوری کنم که ما دوست همه جهان هستیم، دوست همه باورها هستیم، دوست همه میهنها هستیم و ایران باید رسماً یه کشور زرتشتی بشه و در اون کشور زرتشتی ما به هر کسی که باورش فرق میکنه ازشون دفاع میکنیم، بهشون پناهندگی میدیم، بهشون آزادی میدیم، چه کلیمی باشی، بهایی باشی، مسلمون باشی، بودایی باشی، هندو باشی، ما از شما طرفداری میکنیم، به شما آزادی میدیم و بهترین زندگی رو به شما میدیم. شما هم ایرانی هستید. ولی ایران فرهنگش یه فرهنگ زرتشتیه و این میتونه بزرگترین دفاع برای کسانی باشه که باورهای دیگری داشته باشن. و بهترین جوری که ما میتونیم جهان بهتر بکنیم با فلسفه زرتشته که بتونیم دوستی و مهربانی و آشنایی به همه بیاریم و اجازه ندیم که کسی ستمی یا ظلمی به کس دیگری بکنه، چون باورش فرق میکنه، چهرش فرق میکنه. ما دید زرتشتی دید جهانیه که تمام انسانهای جهان برادر و خواهر ما هستن، ولی ما این آزادی رو نیاز داریم که بتونیم آینده خودمون را به طبق فرمول خودمون ببریم جلو که بتونیم به راحتی زندگی بکنیم در سرزمین گرامی ایران اهورامزدا که اینقدر به جهان در تاریخش خوبی کرده. و سپاسگزارم از تمام بینندگان برنامه زرتشت که فکر کنم تا یه دو ماه دیگه این برنامه 4 ساله داره انجام میشه و یه برنامه دانشیه که خردیه و ما باورمون اینه که همه باید خردگرا باشن. باور ایران زرتشت خردگراییه
دوباره سپاس که برنامه ما رو تماشا میکنین. امیدوارم هفته زیبا و موفقی داشته باشین. در آسایش و مهر ایرانی همتون زندگی بکنید. سپاس فراوان و خدا نگهدار.